مرسلهی هستم، متولد 1356. تحصیلات خودم تو رشته مهندسی عمران تموم کردم. مدت 12 سالم از کار مرتبط با برنامه‌نویسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات انجام میدم. در مورد این که ایده محوری که توی پارک فناوری اطلاعات دارم روش کار میکنم، در مورد سازمان دهنده کسب و کار الکترونیک هستش، که این ایدهش از یه شعاری شروع شد به نام ای بیزینس اور نو بیزینس، یعنی یا کسب و کار الکترونیک یا هیچ، یا کسب و کار رو فراموش کنید. ایده محوری من که تو پارک فناوری الان داریم روش کار میکنیم، در واقع یه تئوریه به نام تئوری سازمان دهنده کسب و کار الکترونیک، که این تئوری چیز نزدیک 7 سال پیش تو ذهن من بود با دیدن یه شعاری روی یه مقاله علمی تحت عنوان ای بیزینس اور نو بیزینس، که در واقع اشاره میکرد به اینکه آینده کسب و کار دیگه فقط کسب و کار الکترونیکی خواهد بود و کسب و کار عادی و سنتی دیگه از بین خواهند رفت. این ایده از 7 سال پیش تو ذهن من بود که روش داشتم کار میکردم. در نهایت چیزی در حد 7 بخش مختلف براش طراحی کردم، که اولین بخشش این بود که یوزر یا کاربر یا اون چیزی که ما در نهایت به عنوان مشتری میشناسیمش، اینا بتونن خیلی راحت در ابتدای کار به اینترنت وصل بشن. مرحله دومش در واقع میشد جذب یا جلب مشارکت ISP ها یا سرویس پرووایدرهای اینترنتی، که بعدها با اضافه شدن سرویس های اینترنت پرسرعت مثل ADSL، مثل وایرلس، اینا دامنه در واقع پلتفرم کسب و کار الکترونیکی که من لازم داشتم برای اینکه تئوریمو روش پیاده کنم و گسترش دادم. بعد از این مرحله، یعنی در واقع مرحله سوم این تئوری، میرسه به مراودات میان کسب و کارها که توی تجارت الکترونیک بیشتر به اسم B2B شناخته میشه یا بیزینس تو بیزینس، یعنی دو تا کسب و کار میخوام با هم دیگه مراوده کالا یا خدمات انجام بدن. در واقع مدل سازی از مرحله سوم کار به این بخش میرسه. مرحله چهارم راه اندازی سیستم های فروش اینترنتی مستقیم در تماس با کاربر یا مشتری نهایی هستش، که تحت عنوان B2C شناخته میشه، یعنی بیزینس تو کاستومر، که بعد از اینکه مرحله چهارم کار انجام بشه، ادغام مدل ها تازه شروع میشه تئوری من، چون تو قبل از این خیلی روش کار شده، یعنی همونجور دنیا روی همچون مطالبی کار کردن. ولی از مرحله پنجم به بعد این تئوری هستش که کار خودشون نشون میده، که در واقع اون ایده تئوری سازمان دهنده کسب و کار الکترونیک بیشتر روی این ماجرا فوکوس داره یا تمرکز داره، که مدل های B2B و B2C اگه با هم ادغام بشن و تحت عنوان یه سافر به صورت یک پارچه ارائه بشن به بازار کسب و کار، اون وقت میتونیم امیدوار بشیم که وارد کسب و کار الکترونیک شدیم. که مراحل بعد از این ماجرا بیشتر در حد این هستش که به سمت دایرکت مارکتینگ بره، یعنی مراحل ششم و هفتم این تئوری میره به سمت دایرکت مارکتینگ، یعنی به این شکل که اگر شما کالایی برای فروش دارین، با معرفی اون کالاتون در جا بتونین مشتری هایی که همین الان متقاضیش هستن رو پیدا کنین و خدمات فروشتون رو به سرعت انجام بدین. که در مجموع این 7 مرحله ما میتونیم، اگر که همه مراحلش پیاده سازی بشه با موفقیت، در واقع تئوری سازمان دهنده کسب و کار الکترونیک من به اتمام برسه باشه. از بین 7 مرحله که این تئوری در واقع سازمان دهنده کسب و کار الکترونیک من داره، مرحله اول که برای اتصال یوزر از پروژه pinshop.io رو ما کارش به اتمام رسوندیم، در واقع یک ماه است که عملیاتی شده. برای مرحله دوم این تئوری کاری که انجام شده، یه نرم افزار خیلی بزرگی نوشته شده تحت عنوان ADSL Tools، الان معروف هستش تو بازار، تقریبا بین 7 تا 8 تا از ISP های معروف ایران هم دارن باش کار میکنن، ازش خدمات میگیرن به مشتری ها با همین دیدگاه هایی که پلتفرم یک کسب و کار الکترونیک رو بتونه آماده کنه. از مراحلی که مربوط میشه به بخش های B2C، یعنی که به اند یوزر بتونه یک کسب و کاری خدمات بده، در واقع این
مرحله اول میشه گفت نرم افزار بیزینس بیسیک ما هم حاضر هستش و تا یک ماه آینده فکر کنم وارد بازار بشه به صورت عمده که میتونیم ازش استفاده کنیم. باقی بخش ها الان در حال تولید هستش و امیدواریم که تا 6 ماه آینده تا مرحله پنجم این تئوری رو بتونیم کامل کنیم و وارد بازار کنیم. طی 7 سال گذشته که کار طراحی این سیستم رو من شروع کردم، 5 سالش تماما به طراحی روی کاغذ، تهیه سری گرافایی که عملکرد کار رو نشون بده، سیاست گذاریه که بعد از انجام چه مرحله‌ای چه اتفاقی باید بیفته رو روی داکیومنت خیلی قطوری نوشته شده و مطابق دقیقاً اون چیزایی که برنامه‌ریزی شد مرحله داریم پیش میریم و تا الان هم هیچ در واقع تأخیری توی هیچ مرحله‌ای برام پیش نیومده. برای اینکه مطمئن بشم از اینکه کاری که دارم انجام میدم خوب داره پیش میره و هیچ مشکلی به لحاظ تکنیکال هم بعدها برام پیش نمیاد، بخشی از این تئوری رو تحت عنوان ماژول‌های نرم افزاری خاصی که بود توی وبسایت‌های معروفی که کارشون در واقع ارزش گذاری روی همچین سورس کدایی هستش رو مد نظر داشتم و اونا رو ماژول‌های نرم افزاری که تعیین شده روی اونا قرار می‌دادم به صورت مسابقه یا به صورت هر رو رنکینگ خاصی و دو دفعه تا به حال اینا به عنوان بهترین کدهای ماه شناخته شدن. تجربه تدریس اساسی